سرخط خبرها. افزایش فشار بر حسن روحانی در پی اعتراضات در بازار ایران. مجلس خواهان برکناری وزرای اقتصادی شد. دولت از احتمال ترمیم کابینه خبر داد. 4 ماه به اجرایی شدن تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، تهران می‌گوید ما برای هر سناریویی آماده ایم. استقبال از یوز پلنگ‌های آسیایی، تیم ایران پس از کنار رفتن از جام جهانی به تهران بازگشت. و مرزی که به دیواری بین خانواده‌ها تبدیل شده، پناهجویان مکزیکی همچنان نگران جدایی از فرزندانشان در آمریکا. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش خبری امروز، چهارشنبه 6 تیر 97 در تلویزیون فارسی بی بی سی. خبرها از ایران حاکی از ادامه نارامی و اعتصاب پراکنده در بعضی از نقاط است. 4 روز نارامی هایی که واکنش تند رهبران و مقام های کشور را در پی داشته. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران امروز به جمع مقام های حکومتی پیوست که خواهان سختگیری دستگاه قضایی یا به گفته او مختل کنندگان امنیت اقتصادی شدند. در همین حال در پی اعتراض گروه بزرگی از نمایندگان مجلس که خواهان کارآمدی بیشتر دولت برای مقابله با بحران فعلی کشور شده اند، رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران از احتمال ترمیم کابینه خبر داده. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. امروز چهارشنبه 6 تیر ماه خیابان ملت آذربایجان. تهران هنوز ملتهب است در پی نارامی‌ها در پایتخت و گوشه و کنار کشور. در بازار تهران سرای طلافروشان صبح امروز هنوز تعطیل بود، اگرچه در بخش‌های دیگر بازار حجره‌ها و مغازه‌ها باز بودند. در بعضی از شهرهای دیگر بازارها هنوز تعطیل است. این وضع امروز بازار اصفهان. این 4 روز اعتراض هاست به ادامه گرانی، به ادامه سقوط و کاهش روزانه و شاید ساعت به ساعت ارزش ریال، اعتراض به نبود کسب و کار. در این شرایط است که رهبران و مقام های عالی کشور از دستگاه قضایی خواهان شدت عمل شدند. این ملاقات مقام‌های دستگاه قضایی کشور امروز با رهبر ایران که او هم با پیوستن به دیگران خواهان برخورد شدید شده است، با به گفته او مختل کنندگان امنیت اقتصادی کشور. پایان رأی‌گیری تصویب شد. در مجلس در همین حال 187 نفر از نمایندگان، اکثریت بزرگی، خواهان تغییر در دولت حسن روحانی شدند. ترمیم کابینه تا شاید در زمینه اقتصادی کارآمدی بیشتری به خود بگیرد. قسمت قابل توجهی از اقدامی که واکنش فوری دولت رو به دنبال داشته. یک سخنگوی دولت گفته که ترمیم کابینه انجام خواهد و هم مسائل واقعی و هم دولت آقای روحانی از طرف نظامی‌های سپاهی هم زیر انتقاد بوده. یکی از فرماندهان گفته بود که شاید کشور بدون دولت بهتر اداره شود. گفته که او امروزان را پس گرفته بعد از اعتراض‌های دولت در شورای عالی امنیت علیه تلاش‌هایی از سوی سپاه و تندروها برای تضعیف دولت در این شرایط بحرانی. کسرا نجی، بی بی سی. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی از پاریس با ماست. آقای کاظمیان، فکر می‌کنید که آیا با ترمیم کابینه به گفته رئیس دفتر آقای روحانی اعتراض کسبه در بازارهای ایران آرام بگیره؟ خب تغییر کابینه آقای روحانی به نظر مفروض شده و به شکل فزاینده‌ای تبدیل به یک مطالبه، اما پرسش اساسی همینی که شما مطرح میکنید. به هر حال آقای دکتر نیلی، دستیار ارشد آقای روحانی در و سرپرست گروه اقتصادیش، همین چند روز پیش مطلب مهمی نوشت، در روزنامه اعتماد ایران چاپ شد و تاکید کرد بر اینکه مشکل اصلی بخش سیاستگذاری کشور نیست، برمیگرده به وضع سیاسی و اون تیم سیاسی کشور.
و اشاره کرد به دو مثال مهم، یکی در رابطه با تحقق تحریم ها و اختلالی که وجود داره در رابطه با ایران و غرب، مناسبات تهران و به ویژه واشنگتن که تاثیر گذاشته این تحریم ها بر نرخ ارز، و همینطور اشاره کرد به بحث مؤسسه های مالی اعتباری که اینها به هر حال متضرر شدن و دولت مجبور شد به جبران این خسارت کسانی که آسیب دیده بودن و سرمایه گذاران. همزمان با این باید اشاره کنم به صحبت معاون اتاق بازرگانی که تاکید کرده از نیمه پاییز محاصره اقتصادی عملا فزاینده خواهد شد، و گفته که من دیدار داشتم با آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی و گفته که نمیدونم چه کار باید کرد. یعنی مشخصه که دولت تنها بخشی از توان مدیریت اقتصاد کشور رو در اختیار داره و مسئله اقتصاد فراتر از فقط اقتصاده، یعنی گره خورده با سیاست و باید از اقتصاد سیاسی در ایران صحبت کرد. و به نظر میرسه که تغییر کابینه روحانی هم حتی به تعبیر جوانتر شدن اون یا حتی دگرگون شدن اون به ترتیبی که مطالبه حتی کسی مثل آقای حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان هستش که چند روز پیش در سرمقاله روزنامهش خواهان خانه تکانی اساسی دولت شده بود، این تغییر بسیار دور از ذهن هست که بتونه پاسخ بده به بحران اقتصادی گریبانگیر هم دولت هم اکثریت جامعه ایران. آقای کاظمیان، آیت الله خامنه ای در دیدار امروزشون با مقام های قوه قضاییه گفتند که خواهان مبارزه قاطع و صریح با مفاسد و مفسدان اقتصادی توسط قوه قضاییه شدند. به نظر شما اساسا اگر که چنین اتفاقی باید میافتاده، چرا تا الان نیافتاده؟ چرا الان آیت الله خامنه ای احساس میکنه که باید به قوه قضاییه بگه که برخورد بکنند با مفاسد اقتصادی؟ همین متاسفانه بخش دیگری از مشکل برمیگرده به راه حلی که رأس هرم نظام سیاسی در جمهوری اسلامی داره پیشنهاد میکنه. باز باید اشاره کنم به تیتر روز گذشته کیهان و اینکه تاکید کرده بود بر اعدام اخلالگران اقتصادی، مفسدان اقتصادی. رئیس قوه قضاییه همین رو مورد تاکید قرار داد دیروز و تاکید کرد که حکم اعدام میتونه شامل حال مفسدان و اخلالگران اقتصادی بشه، و امروز هم رهبر جمهوری اسلامی دوباره از ضرورت برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی یا این اخلالگران صحبت کرده. یعنی همچنان هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی تلاش میکنه بر بحران اقتصادی که گره خورده با وضع سیاسی حاکم بر کشور با ابزار ارعاب، با ابزار تهدید و اعمال خشونت روبرو بشه، چنان که مثلا اعتراض‌های بازار تهران یا اعتراض شهرهای کشور رو داره با خشونت، با تهدید معترضان و با بازداشت اونها و با این تاکید دیروز دادستان تهران که گفته بود افرادی که بازداشت میشن تا زمان محاکمه در زندان خواهند بود، به این ترتیب بتونه ساکت کنه. ولی من فکر می‌کنم تمام کارشناسان اقتصاد سیاسی، چنان که اشاره کردم از معاون اتاق بازرگانی تا آقای دکتر نیلی و اقتصاددانهای مستقل، اجماع دارن که مشکل اقتصاد در ایران و بحران اقتصادی گره خورده با وضع سیاسی و این اون چیزیست که آقای خامنه‌ای حاضر به پذیرش اون نیست و تاکید میکنه که ما دچار بحرانی نیستیم. متشکر از شما مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی. در جنوب ایران کم آبی داده یکی از نمایندگان مجلس را درآورده. نماینده بوشهر گفته ایران کم و بیش وارد جنگ آب شده. عبدالحمید خدیری گفته استان بوشهر وارد ماه‌های کم آبی شده و وضع در روستاهای جنوب استان به مراتب بدتر است، از جمله در دشتستان که به معنای واقعی کلمه آب ندارد. پیشتر هم گزارش‌های درباره کمبود شدید آب آشامیدنی در آبادان و جزیره مینو منتشر شده بود. رئیس سازمان بازرسی ایران گفته در طرح پیشفروش سکه طلا یک شهروند 31 ساله 38250 سکه به ارزش بیش از 53 میلیارد تومان خریده. بانک مرکزی در مقاطع مختلف برای کنترل بازار ارز سکه پیشفروش کرده ولی محدودیتی برای سقف خرید نگذاشته. رئیس سازمان بازرسی گفته باید کاری کنیم که افراد صرفاً به دلیل ثروتمند بودند نتوانند با معاملات سنگین بازار را به هم بزنند.
وزارت نفت ایران اعلام کرده در صورت اجرای شدن تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، تهران برای هر موقعیتی آماده است. این نهاد دولتی ایران گفته برخلاف تصور آمریکا، کشورهای عربستان و امارات توان جبران قطع صادرات نفت ایران را ندارند و حذف کامل صادرات ایران در ظرف چند ماه امکان پذیر نخواهد بود. در همین حال ژاپن و کره جنوبی اعلام کردند در حال مذاکره با آمریکا برای گرفتن معافیت از تحریم‌ها هستند. مهرداد سید عسکری، روزنامه‌نگار اقتصادی از اسلو نروژ، با ماست. آقای سید عسکری، چقدر ممکنه که کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی بتونن معافیت بگیرن با توجه به اینکه آمریکا اعلام کرده که به هیچ کشوری معافیت نمیده؟ من با توجه به واقعیتی که از دولت آقای ترامپ می‌بینی و واقعیت اقتصاد بین‌الملل، بعید می‌دونم که معافیتی در کار باشه. یعنی ممکنه که برگردیم به شرایط قبل از برجام با توجه به اینکه امضا کنندگان اروپایی برجام تلاش میکنند که این توافق رو حفظ بکنند؟ ببینید، واقعیت ای که در اقتصاد وجود داره ای که تنها عاملی که به دولت ایالات متحده اجازه میداد تا سهمیه نفت ایران رو به رسمیت بشناسه، قرارداد برجامه. دولت آقای ترامپ به صورت یک طرفه خودش رو از این عقد به لحاظ سیاسی و به لحاظ فنی خارج کرده و در نتیجه این ابزار رو داره که برای طرف مقابل تولید دردسر بکنه. حال این طرف مقابل میتواند طرف اروپایی باشد، حال میتواند طرف ایرانی باشد. من فضای خوشبینی رو در مد نظر ندارم. درباره چین و هند نظرتون چطوره؟ به خاطر اینکه اونها حتی قبل از برجام هم با توجه به اینکه تحریم‌های سازمان ملل وضع شده بود علیه ایران، راه‌هایی پیدا کرده بودن برای خرید نفت از ایران. فکر می‌کنید که الان ممکنه اونها برنامه‌ای بتونن داشته باشن برای ادامه خرید نفت ایران؟ بله، طرف هند روشی بسیار معقولانه منطقی و بومی با توجه به رهیافت‌های منطقه‌ای رو در پیش خواهد گرفت و طرف چینی هم با توجه به اینکه ایران ابزار مناسبی هست، از ایران به عنوان یک ابزار چانه‌زنی در برابر جنگ تجاری که دولت ایالات متحده راه انداخته است استفاده خواهد کرد. اما این امر در دراز مدت پایدار نخواهد. اینکه وزارت نفت ایران میگه که برای هر سناریوی آماده است، چه آمادگی هایی میتونه داشته باشه با توجه به تهدیدات جدید آمریکا؟ فکر میکنم اون چیزی که در واقع وجود داره، فروختن قیمت ایران در فروختن نفت ایران در قیمت های پایین تر، عدم تعهد به پروتکل های کشتیرانی و پذیرفتن خطرات و حوادث اون هستش و نوعی بازگشت به دوران آقای بابک زنجانی هست. متشکر از شما مهرداد سید عسکری، روزنامه‌نگار اقتصادی از اسلو. با من برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. همزمان با ادامه نارامی و اعتصاب پراکنده در بعضی از نقاط ایران، بسیاری از نمایندگان مجلس خواهان برکناری وزرای اقتصادی شدند. دفتر ریاست جمهوری هم از احتمال ترمیم کابینه خبر داده. وزارت نفت ایران اعلام کرده در صورت اجرای شدن تحریم‌های نفتی آمریکا علیه این کشور، تهران برای هر سناریویی آماده است. در ادامه برنامه، نگاهی به تیم فوتبال زنان ایتالیا در آستانه جام جهانی زنان 2019. هفته پیش رئیس جمهوری آمریکا از سیاست جدا کردن فرزندان از مهاجرانی که از مرز مکزیک عبور می‌کنند عقب نشینی کرد. به این ترتیب این کودکان دیگر تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند، هرچند ممکن است بازداشت شوند. دیشب یک قاضی در ایالت کالیفرنیای آمریکا حکم داد کودکان جدا شده از خانواده‌هایشان در مرز با مکزیک ظرف 30 روز به خانواده‌هایشان برگردانده شوند. علی مقبول از مرز مکزیک به آمریکا این گزارش را تهیه کرد. This is what continues to be the داده که مهاجران نیازمند رو راه بده و دونالد ترامپ هم میگه تا زمانی که افراد قانونی عمل کنن همه چیز حله. اما موارد زیادی رو میبینیم از کسایی که قانونی عمل میکنن ولی باز هم با موانع زیادی مواجه میشن و در نتیجه سیاست‌های موجود زجر میکشن. در بخش مکزیکی آن مهاجرانی که از آزار و اذیت فرار میکردند میتوانستن بیایند و درخواست پناهندگی کنند. حالا دیگر باید منتظر بمانند. ادیت دو هفته است که اینجا منتظر مانده و در مورد جدا کردن بچه ها از خانواده هایشان در آمریکا شنیده. او وحشت کرده اما میگوید چاره ای ندارد. ما دیگه تو شهرمون نمیتونیم زندگی کنیم. شوهرم اخیراً به قتل رسیده. کاش آمریکا کمی مهربان تر بود. ما نمیخوایم کسی رو اذیت کنیم. ما اخیراً مطمئن شدیم که شوهر ادیت واقعاً در ماه آوریل گذشته کشته شده و یکی از پسرهایش هم مفقود است. او نگران است چون می‌داند بچه‌های مهاجران را در بازداشتگاه نگه می‌دارند.
این تصاویر از داخل چادری است که در نزدیک مرز با تگزاس بنا شده. بیشتر اوقات به والدینی که تازه از مرز عبور کرده و وارد آمریکا شدند، حتی نمیگویند بچه‌هایشان را کجا فرستادند. در حالی که بعضی این سیاست را وحشیانه توصیف می‌کنند، بسیاری هم از سختگیری دونالد ترامپ انتقاد نمی‌کنند. جیم چیلتن صاحب مزرعه بزرگی در آمریکا است که کیلومترها با مکزیک هم مرز است. او فکر می‌کند انتقاد از رئیس جمهوری برای جدا کردن مهاجران از بچه‌هایشان بی‌انصافی است. در امریکا هم اگر کسی مرتکب جنایت بشه از بچهش جدا میشه. من برای کسی که از بچهش جدا میشه اشک میریزم، به خصوص برای بچه. Well, it's always been part of America's promise to take into its borders immigrants. آمریکا همیشه این وعده رو داده که مهاجران نیازمند رو راه بده و دونالد ترامپ هم میگه تا زمانی که افراد قانونی عمل کنن همه چیز حله. اما موارد زیادی رو می‌بینیم از کسایی که قانونی عمل می‌کنن ولی باز هم با موانع زیادی مواجه میشن و در نتیجه سیاست‌های موجود زجر می‌کشن. علی مقبول، BBC News in Nogales on the US-Mexico border. پلیس مالزی میگوید ارزش اشیای گرانبهایی که ماه گذشته از خانه نجیب رزاق نخست وزیر پیشین کشف شده 275 میلیون دلار است. گفته شده که این اشیا شامل بیش از 400 ساعت مچی، 500 کیف دستی و 12000 قطعه جواهر است. آقای نجیب اتهام فساد مالی در ماجرای گم شدن میلیاردها دلار از صندوق سرمایه‌گذاری ملی را رد کرده. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای میانمار میگوید شواهدی از بهتر شدن شرایط مسلمانان روهینگیا موجود نیست. به گفته یانگلی، صحبت از بازگشت امن و داوطلبانه آوارگان روهینگیا به میانمار بیفایده است. میانمار خواهان برکناری خانم لی شده. از پاییز پارسال حدود 700 هزار پناهجوی روهینگیا از حمله های ارتش میانمار به بنگلادش گریختند. یک مؤسسه پژوهشی آمریکایی با انتشار این تصاویر ماهواره‌ای گفته که کره شمالی به سرعت مشغول تکمیل تأسیسات هسته‌ایش است. به گفته این مؤسسه در سایت تحقیقات هسته‌ای یونگ‌بیون ساختمان‌های جدیدی ساخته شده، هرچند این لزوماً تعهد کره شمالی به خلع سلاح هسته‌ای در بلند مدت را زیر سوال نمی‌برد. شرکت فیسبوک طرح برقراری ارتباطات اینترنتی از طریق پهپاد را متوقف کرد. پروژه آکیلا یا عقاب 4 سال پیش مطرح شد. گفته شده که آزمایش‌ها موفقیت‌آمیز نبوده. شرکت گوگل پروژه مشابهی با استفاده از بالون دارد که به مراتب موفق‌تر بوده. فیسبوک گفته با شرکت‌های مانند ایرباس برای گسترش ارتباطات اینترنتی در جهان همکاری خواهد کرد. تا فردا شب و پایان بازی حساس انگلیس و بلژیک، جدول مرحله 1/8 نهایی جام جهانی روسیه تکمیل میشه. دیشب در حالی که آرژانتین در آستانه حذف بود، با گل دقایق پایانی مارکوس روخو نیجریه را شکست داد و به مرحله حذفی رسید. امشب نوبت تلاش برزیل و آلمانه. در ایران با وجود کنار رفتن این تیم از دور مسابقات، تب جام جهانی فروکش نکرده. تصاویر زنده‌ای داریم از بیرون استادیومی که امروز بازی مکزیک و سوئد برگزار میشه. بسیاری از طرفداران دو تیم در حال جشن هستند و امیدوار به پیروزی تیمشون. پوریا ژافره خبرنگار ما هم در روسیه حضور داره. پوریا، دیروز بازی آرژانتین بازی پرحاشیه‌ای بود و خصوصا رفتار مارادونا. درسته رنا، فریکن سلام میکنم بهتون از میدان سرخ مسکو، قاعدتاً مشهورترین مکانی که در پهناورترین کشور دنیا روسیه وجود داره. اینجا جو فوق‌العاده طرفداران تیم‌های برزیل و همینطور صربستان دارن خودشون رو کم کم آماده میکنن. البته بازی‌های اون گروه دیرتر توی شب برگزار میشه. مسکو دو تا استادیوم داره، استادیوم لوژنیکی که اصلیه و فینال و افتتاحیه اونجا برگزار شد، فینال هم اونجا برگزار میشه، و استادیوم اسپارتا جایی که امشب میزبان برزیل و صربستان با حاشیه‌هایی که در مورد نیمار وجود داره. اما در مورد دیشب صحبت کردی، آرژانتین واقعا شانس آورد در یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای مرحله گروهی خودش
در آخر واقعا با شانس میگن که داور میتونست یک پنالتی دوم هم برای تیم نیجریه بگیره. و خب عکس‌العمل‌های مارادونا یه مقدار غیر عادی بود، از مثل اینکه آمبولانس اومده وسط بازی و اون رو برای لحظاتی داشتن مداوا میکردن. زیاد بعید نیست اگه که اون عادت اعتیاد که قبلا داشته برگشته باشه، چون کلا در طول این جام جهانی وقتی که سر بازی‌های تیم آرژانتین میبینیمش خیلی وضعیت مناسبی نداره. اتفاقا در حین صحبت ها تصاویرش رو داریم میبینیم از حضورش در بازی دیروز. تیم ملی ایران به ایران برگشت، استقبال بسیار قهرمانانه ای از اونها شد. تصاویری داریم از اون، از استقبالی که از تیم ملی شد. یه چند ثانیه از این تصاویر رو ببینیم، بیشتر راجعش با هم صحبت کنیم. پوریا، خبرهای زیادی پس از بازگشت تیم ملی ایران به این کشور منتشر شده. مشخصا مردم ایران خیلی خوشحال هستن. معمولا تو تمام دوره های جام جهانی که نگاه میکنید، وقتی که تیمی از گروه خودش میره بالا، به یک چهارم به نهایی میرسه، به نیمه نهایی میرسه، تیمایی که انتظار نمیره ازشون، وقتی که برمیگردن به کشور خودشون با استقبال اینچنینی مواجه میشن. ولی که عملکرد تیم ایران حداقل از نظر نتیجه میشه گفتش که واقعا چیزی از یک شگفتی کم نداشت. نگاه بکنید به مسابقات دیشب گروه آرژانتین، وقتی که آرژانتین با همون 4 امتیاز با اختلاف تفاضل گل منفی 2 که بدتر از ایران هم هست، تونست خودش رو به مرحله حسی برسونه و در نهایت ایران با شایستگی از این مسابقه کنار رفت. هنوز هم که هنوز بعضی طرفداران ایران اینجا میبینیم مشغول عکس گرفتن با بقیه هستن. بقیه جام جهانی، افرادی که اینجا حضور دارن، فراموش نکردن ایران و طرفدارانشون که قطعا حضوری واقعا قشنگ در این جام جهانی داشتن و در خور شخصیت فوتبال ایران بود. اما متاسفانه مسائل اداری و مسائل مربوط به فدراسیون همچنان ادامه داره، همونطور که خبرداری و عکس العمل‌های مختلفی رو دیدیم، مصاحبه‌های مختلفی هستش که علیه کارلوس کیروش میشه. برانکو ایوانکوویچ مربی کروات تیم پرسپولیس حالا می‌بینه که این باشگاه بزرگ ایرانی پشت سرش قرار گرفته، توی اینستاگرام باشگاه پرسپولیس اعلام کرده که برانکو خط قرمز اونهاست و به نظر میرسه این جوری که دو طرف دارن با هم دیگه روبرو میشن، از یه طرف یه سری دارن کیروش رو حمایت می‌کنن که خب مشخصاً در تصاویر دیدین، و از طرف دیگه بعضی‌هام هستن که میخوان که اون از تیم ملی جدا بشه. این جنگ بزرگی که ادامه داره، از یه جهتی میشه گفتش که داره فوتبال ایران بعد از یه همچین اتفاق قشنگی در جام جهانی روسیه رو خراب میکنه. واقعا بعد اینجا فدراسیون فوتبال وارد بشه و تصمیم نهایی رو بگیره. تو همین گروه ایران من یه مثال برای شما میگم، قبل از شروع مسابقه ها رئال مادرید جوری عمل کرد که به نظر میرسید از فدراسیون فوتبال اسپانیا بزرگتره، و اونجا بود که فدراسیون فوتبال اسپانیا وارد شد، حتی به قیمت اینکه شانس این تیم رو برای موفقیت در جام جهانی به خطر بندازه، مربی خودش رو اخراج کرد. بنابراین اینجا دیگه جاییه که فدراسیون فوتبال باید وارد عمل بشه، کاملا وضعیت رو مشخص بکنه که با کارلوس کیروش چی کار میخواد بکنه و همینطور با تیم پرسپولیس و طرفدارانش. فکر میکنی چه تصمیمی بگیره فدراسیون فوتبال ایران؟ به نظر من مهمترین چیزی که برای فدراسیون وجود داره جام ملت‌های آسیای پیش روه. ایران بعد از انقلاب اسلامی نتونسته این مسابقه ها رو ببره، ولی که مشکل اینجاست که برنامه ریزی لیگ قهرمانان آسیا طوریه که باز میتونه برای ایران دردسر ایجاد بکنه. یعنی الان جام جهانی که تموم میشه، دوباره این دور نیمه نهایی غرب آسیا شروع خواهد شد. هر دو تا باشگاه استقلال و پرسپولیس تو اون مسابقه ها بازی دارن. یه موقع هم چه دیدی؟ خب الان در بین 8 تیم هستن. اگه یکی از اونها بخواد به نیمه نهایی یا حتی فینال قهرمانان آسیا برسه، این مسابقه ها توی آذر ماه و آبان ماه برگزار میشن. باز هم مشکل پیش میاد سر اینکه تیم ملی چجوری میخواد خودش رو آماده بکنه برای جام ملت های آسیا و اینکه اولویت با کجاست، اینکه لیگ قهرمانان و نتیجه گرفتن تیم های باشگاهی یا تیم ملی. قاعدتا فدراسیون بعد اینجا بیا تیم ملی رو انتخاب بکنه، ولی مشکل اینجاست که در فوتبال ایران فدراسیون هم مسئول لیگ و هم مسئول تیم ملی. متشکرم پوریا ژافره، خبرنگار ورزشی ما در مسکو. و تیم مردان ایتالیا برای اولین بار در 60 سال گذشته به مسابقات جام جهانی راه نیافته، موضوعی که باعث خشم عمومی شده، اما ظاهراً راهی برای امیدواری پیدا کردند. گزارش جیمز رنوز رو با هم ببینیم.
بازیکنان تنها تیم ایتالیایی که این تابستون فوتبال بازی میکنه پلاستیکی هن. من 3 نفر رو کنار رودخونه تیبر دعوت کردم تا در مسابقات فوتبال دستی دلخوش کنی شرکت کنن. پرسیدم از این که ایتالیا به جام جهانی راه پیدا نکرده چه حسی دارید؟ گفتن خیلی بده، مزخرفه، دردناکه. آندریا میگه جام جهانی بدون ایتالیا اصلا جام نیست. کورادو گفت مثل برزیل بدون قهوه میمونه. حداقل برای چند دقیقه تونستن شکست ایتالیا در فوتبال رو فراموش کنن. این تابستون ایتالیایی ها ممکنه غمگین باشن و احساس شرمندگی کنن، اما خبرهای خوب هم هست. یه عده از بازیکنان ایتالیایی تصمیم گرفتن شهرت از دست رفته کشورشون رو بهش برگردونن. تیم زنان کاری کرده که تیم مردان نتونسته انجام بده. این تیم به دور بعدی مسابقات جام جهانی زنان که در سال 2019 برگزار میشه راه پیدا کرده. این اولین بار در 20 سال اخیره که موفق شدن چنین کاری بکنن. سری به اردوی تمرین اونا در حومه فلورانس دادیم و باهاشون آشنا شدیم. برخلاف همتایان مردشون هیچ کدوم مالتی میلیونر نیستن و صاحب برند لباس به نام خودشون هم نیستن. اما الیونورا گلدونی مهاجم 22 ساله تیم میگه که فوتبال زنان داره پیشرفت میکنه. من مطمئنم افراد بیشتر و بیشتری جذب فوتبال ما میشن، چون هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی بین بازی زنان و مردان نیست، ما سزاوار هواداران بیشتری هستیم. ساراگاما کاپیتان تیم سالهاست که برای به رسمیت شناخته شدن فوتبال زنان تلاش میکنه. قبلا فکر میکردن که برای زنها فوتبال خیلی سخته، چون همیشه فوتبال رو یک ورزش مردونه میدونستن، اما اوضاع داره سریع عوض میشه و از همه مهمتر تصویری که از ما دارن داره عوض میشه. زنان هنوز نتونستن استادیوم ها رو پر کنن، اما حاضرن جایی که مردان شکست خوردن جاشون رو پر کنن. همونطور که صحبتش رو با پوریا ژافره کردیم، تیم ملی فوتبال ایران که پس از تساوی با پرتغال از جام جهانی روسیه خداحافظی کرد، امروز صبح در میان استقبال مردم وارد تهران شد. به این بهانه امروز در برنامه هشتگ شما درباره عملکرد تیم ملی ایران و سرمربی اون در این رقابت ها صحبت میکنیم. فدراسیون فوتبال ایران چقدر در مدیریت این تیم موفق بوده و فکر میکنید ادامه حضور کیروش تا چه حد برای موفقیت های تیم در آینده مفیده؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم، از یکی از این راه ها روی صفحه تلویزیون می‌بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو می‌تونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbcshuma. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. ممنون از همراهی شما.